ببین اگر که یه در واقع خیابون رو اینجوری در نظر بگیریم یه تقاطع رو اینجا وقتی ساختمون میسازی من این ماشین میخوام اینجا بپیچم دید ندارم این ماشینی هم که میخواد بیاد بیرون دید نداره ما میخوریم به هم پس اینجا رو من باید چکار کنم پخی بدم این پخیه رو در واقع وقتی میدی رو پخی هم میتونی کنسول بدی یعنی من الان اینجا یه گذر 12 متری دارم خب 12 متر 80 سانت اینجا میتونم کنسول بدم این ور گذرم 20 متریه پس میتونم 1 متر و 20 سانت اینجا کنسول بدم حالا این پخیرم میتونم کنسول بدم دیگه این پخیه رو چقدر میتونم کنسول بدم؟ یه متر و نیم کنسول روی پخ بین دو گذر در تمامی گذرها به عمق یک و نیم متر مجازه اگرچه در مورد پخ باید مفصل تر صحبت بکنیم در ادامه میگم که ما یه پخ توی پیش روی طولی داریم یه پخ برای تقاطع گذرهاست این پخ برای تقاطع گذرهاست نکته دیگه ای که ضوابط پخ تقاطع دوگذر داره اینه که املاکی که در تقاطع دوگذر واقع شدن علاوه بر رعایت مقادیر عقب نشینی اگه داره ملزم به اجرای پخی می باشن که به عقب نشینی مفصل صحبت کردیم قبلا الان این ساختمون رو ببین این ور بر ورش اینجا یه خیابون 20 متریه اینجا یه کوچه 8 متریه این نقشه تفکیکیه من فقط اووردم که ببینید میتونه یه زمین به این صورت در محل تقاطع گذرها پخی داشته باشه حالا چقدر باید کم بشه میگه قاعده مثلث متصاوی و ساقه که ساقهای آن منتعاله دو زل از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشه میگه این با این برابره متصاوی و اینا 45 درجه اینم 45 درجه و طول قاعده توسط شهرداری مشخص میشه طول قاعده اینه خب میگه این توسط شهرداری مشخص میشه اگر که تقاطع دو گذر در طول پخت در تقاطع دوگذر برابر یک دهم ده مجموع عرض دوگذره. گذره مثلا یک گذر 20 متر یک گذر 8 متر پس میشه دو دهم ده طول پخی در کوچه هایی که هر دوی آنها ماشین رو نیستند به طول ثابت یک متر و طول پخت در کوچهایی که یکی از آنها ماشین رو نیست به طول ثابت یک و نیم متر و نصب درب ماشین رو در کلی پخ هم ممنوعه یعنی شما توی اینجا نمیتونی مثلا در پارکینگ بذاری خب اینجا ممنوعه اینا ضوابط پخ تقاطع دو گذره ما ضوابط پخ پیشروی هم داریم که جلوتر بهتون میگم پس اگر که شما یه ملکی داشته باشی که در تقاطع دو گذر باشه باید یه پخی جا بشه که دید کافی داشته باشن و این طول پخم معمولا چیزی که گفتم ولی شهرداری ها معمولا دقیقترش رو بهتون میگن چون هر شهرداری هر منطقه ممکنه ضابطه خودش رو داشته باشه ولی معمولا یک دهم مجموع عرض دوگذره که شما باید این پخی رو رعایت کنید طول پخش رو نکته بعدی این کنسوله حالا همونطور که میتونه توی در واقع این بخش گذر 12 متری و اون بخش گذر 20 متری باشه روی خود پخی هم میتونه باشه دیگه گفتیم چقدر عمق ثابت یکونیم حالا ما پخی رو توی پیشروی طولی هم داریم ببین اگر ما پیشروی طولی بخوایم بکنیم دو متر اگر همسایه‌مون قبلا پیشروی کرده باشه ما هم میایم بهش میچسبونیم اما اگر این پیشروی نکرده باشه یعنی 60 به علاوه 2 نباشه 60 درصد باشه ما باید اینجا یه زاویه 45 درجه پخی بدیم یعنی 2 متر اینجا اومدیم 2 متر هم اینجا اینو به هم وصل می‌کنیم میشه دو رادیکال دو پس این پخی رو ما باید بدیم اگه نخوایم بدیم چیه باید اجازه همسایه رو بگیریم خیلی از مواقع میشه همسایه در میزنه آقا من میخوام زمینم رو بسازم دوم پیش روی میخوام بکنم شما عقبتری فعلا هنوز نساختی بیا به من امضا بده رضایت بده من اینو پخ نزنم صاف بیام جلو شما میای نگاه میکنی میگه ای خب این اگه پخت بزنه نور من رو میگیره نه آقا حتما باید پخت بزنی چه اتفاقی میفته موقعی هم که تو میخوای بسازی میری از اون رضایت بگیری بهت رضایت نمیده وقت جفتتون باید پخ بزنید الان دو زب داره دو تقسیم بره دو میشه دو متر مربع یعنی تو هر طبقت دو متر مربع داره کم میشه پنج طبقه داری پنج دوتا ده متر مربع دیگه میتونی حساب بکنی که داستان چه قراره پس تا اونجا که میتونید رضایت بدیدیم موروزو رو حالا بازش بکنیم بگیم آقا اصلا چیه داستان به ما مشرفیت داریم به سایه اندازی. پنجره خانه شخصی به خانه همسایه اشراف داشته و داخل خانه قابل دیدن باشه بهش میگیم مشرفیت اما سایه اندازی اینه که به دلیل بلند ساخت همسایه ساختمان شما از نور مستقیم خورشید محروم شود خورشید که داره میچرخه حالا مثلا خورشید که پشتش به ما نیست که از شرق به غرب که داره میچرخه اینجوری حرکت میکنه اگر ساختمون شما جلوتر از قبلی باشه از ساختمون شما رو ساختمون قبلی سایه میندازه خب و اصطلاحا سایه اندازی میکنه معمولا هم این زاویه 45 درجه است برای همین میگه آقا باید 45 درجه پخ بدی الان این ساختمون رو ببین دومت متر پیشروی کرده اومده جلو 45 درجه پخ داده عدم رعایت پخ 45 درجه برای پیشروی طولی مشروط به ارائه رضایتنامه محضری از مالکین پلاک های مجاوره مگر که در گذشته ملک مجاور پخ 45 درجه رو اجرا کرده باشه یعنی یا قبلی هم خودش پخ 45 درجه رو اجرا کرده یا در واقع دو متر و رضایت گرفتی ازش یعنی در این دو حالت یا فقط 45 درجه اجرا کرده یا اینکه رضایت محسری ازش گرفتی در این صورت میتونی پخ اجرا نکنی اما یه نکته دیگه که هست خیلی از جاها هم به جای پخ میان اینجوری اجرا میکنن ساختمون رو یعنی به جای اینکه اینجا یه پخ بدن اینجوری اجرا میکنن این برای ساختمون های خیلی با عرض کمه خب که این قاعده خاصی داره که اونم کمیته نمای شهرداری میگه وگرنه معمولا ما پخی رو داریم بریم سراغ بعدی احداث بازشو یا پنجره در پخ غیر مجازه مثلا اینجا اگر بالکن زدی شما نمیتونی مثلا اینجا پنجره بدی یا زمانی که شما پنجره میخوای مثلا اینم هم ساختمون همسایه است دیگه خب این ساختمون همسایه دومت متر عقبه دیگه اینجاست اوکی okay. شما نمیتونی اینجا مثلا پنج در واقع باز شو بدی برای بالکنت چرا چون اینجا مستقیما دید داره به این شما باید بازشو بالکنت اینجا باشه که مستقیمش به کوچه باشه نتونی دید داشته باشی به زمین همسایه اینا مواردیه که هستش باز اینم نقشه تفکیکیه فعلا الان باش کاری ندارم فقط خواستم این پخیه رو بهتون نشون بدم جزئیاتشو بعدا راجبش صحبت میکنیم احداث بازشو یا پنجره در پخ پس غیر مجازه و اگرم که اگر هم ما میخوایم بدیم میگه اگر بالکنی در پخ 45 درجه طراحی میکنید در به دسترسی آن باید به سمتی باشد که به پلاک مجاور مشرف نباشد یعنی درشون من باید اینجا بذارم اگه در رو اینجا بذارم خب مشرفم به این دیگه چون دو مترم جلوتر هستم مشرفم نباید این کار انجام بشه تمام اون چیزی که در مورد این موضوع لازم داری رو توی این مقاله بهش اشاره کردیم حتما تا انتها دنبال کن و اگر سوال یا نظری داری تو قسمت دیدگاه با ما در میون بگذار زمنان آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه هم بهت معرفی کردیم که کلی مطالب فنی به صورت دستبندی شده در اختیار گذاشته شده تا بتونی دانش فنیت رو ارتقا بدی